درود فراوان پوران پور هستم روانشناس و مشاور بالینی و امروز بخش دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آریا وی اجرا میکنیم بحث امروز ما در مورد روابط زوجین و بیماری پی هستش یا بحران پس از بحران حالا یعنی چی الان توضیح خواهم دم خدمت PTSD مقوله بزرگی است در حقیقت یا بحران پس از بحران بحران پس از مشکلات و یا وقایعی که بعد از بحران اتفاق میفته سربازهایی که میرن به جنگ و برمیگردن برای سالها و شاید تا آخر عمرشون اون صداها اون هیاهو رو تو گوششون دارن و میگن دچار پی هستن ما ایرانی ها خب به حال هم جنگ دیدیم هم مشکلات فراوان رو داشتیم و داریم و اتفاقات ناخوشایند چه محیطی اجتماعی و چه تو زندگی های فردیمون زیاد داشتیم و داریم و اینها همه موضوعاتی است که من میشنوم از هموطنان عزیزی که برای مشاوره تشریف میارن خب چرا پی مهم هستش تو روابط زوجین برای اینکه تمام ریسرچ ها یا تحقیقاتی که میشه و عزیزانی که به اساتیدی که در این مورد ها دارن صحبت میکنن و تحقیق میکنن که حالا من رفرنس میدم خدمت دکتر سو جانسون خانم کانادایی است که در مورد پی و روابط زوجین زیاد صحبت میکنه و دکتر جان گاتمن دکتر آمریکایی است که در این مورد صحبت میکنه و خیلی مهمه که ببینیم چرا دو نفر شروع میکنن به ناهمگونی ناهماهنگی و خشونت و زدن به همدیگه و اتفاقاتی که میفته که منجر میشه به جدایی و طلاق و یا حتی یک عمر زندگی در حقیقت طلاق عاطفی و نداشتن خوشحالی و خوشبختی در زندگی چی میشه از کجا میاد این مسائل PTSD رو ما آ، یا به صلاح تراما رو بحث تراما رو حالا من در سمینارهای مختلف باز کردم و دوباره خواهم داشت این رو چون خیلی بحث مهم است ولی فقط کوتاه بگم که ما اگر تو دوران کودکی آسیب هایی دیدیم آسیب هایی که تراماتایزمون کرده آسیب هایی که برای یک عمر ما رو اذیت آزار کرده ناراحت کرده اگر ترامای دوری جدایی از دست دادن پدر و مادر یا عزیزی یا تو جنگ بحران های زندگی گیر کردیم یا حتی اذیت آزار شدیم تو دوران کودکی اینها همه تراما هستش تو دوران بزرگسالی تبدیل میشه به پی تی چه چجوری اگر خوب نشده باشه این مسائل اون علائمش چی هستش اون استراب های طولانی مدت اون افسردگی طولانی مدت اون شب بیخوابی ها ناراحتی ها نداشتن اعتماد به دیگری و خشم فراوان و اینکه بخوای مرتب دفاعی بشی و نتونی گوش بکنی نداشتن قدرت شنوایی خب همه اینها علائمی است که تو پیتیستی وجود داره و جالب اینه که دو نفر زن و شوهری که هر دو میبینیم آسیب های دوران کودکی داشتن اونها هم از این علائم برخوردارن و حتی اختلالات شخصیتی اختلالات روانی حالا مثلا اگر نگاه بکنیم به افرادی که اختلالات لاین دارند یا اینکه بایپولر دارند یا اینکه دیپرشن های کرونیک دیپرشن دارن خب اینها یه جورایی رپ پیدا میکنه به پی تی پیدا میکنه به مسائل دوران کودکی و چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه اگر متوجه بشیم اگر درمان سرگه تشخیص صحیح یک تشخیص صحیح داده بشه برای هر دو نفر یا یک نفری که در رنج و ناراحتی هست و تولید مسائل میکنه برای دیگری تشخیص صحیح داده بشه و درمان صحیح بگیره این فرد و حمایت خوب داشته باشه از فرد مقابل که تو این پروسه درمان دو نفر شرکت بکنن و کمک به هم بکنن برای آرامسازی مغز و آرامسازی اون عواطفی که لطمه خورده خب اونجاست که ما میتونیم یه زندگی رو نجات بدیم ولی زندگی که دو نفر یا حتی یک نفر هر دو مشکل دارن اختلال شخصیتی دارن اختلالات روانی مختلف دارن و دوران آسیبهای دوران کودکی داشتن که حل نشده است و آسیبهای دوران کودکی که همچنان ادامه داره انگار که ongoing داره اتفاق میافته خب معلومه یه رابطه این فرد نمیتونه داشته باشه چه تو ازدواج چه تو محیط کار چه تو روابط با خانواده روابط با اجتماع فرد درگیره تو مغز خودش گیر کرده و مغز خودش کجاست مغز خودش در اون آسیب هاست و اون اتفاقایی که افتاده که آسیبزا بوده اون اتفاقات چی بوده آسیب هایی که حالا یا تهدید به از بین رفتن بوده یعنی یه موقعی فرد یه کسی به ما معمولا تو فرهنگم خیلی حرف داریم که میگیم آ میکشمت بعد میگیم نه شوخی کردم خب همین این میکشمت اگر فرد چندین بار تو کودکی شنیده پدر و مادری که بچه گفتن میکشمت این کارو بکنی و کودک باور کرده حالا بگذاریم که اتفاقای دیگه هم میتونه افتاده باشه خب خود این میتونه تبدیل بشه به یه تراماید. خود این میتونه تبدیل بشه به آسیب ادامه آسیب ها تو بزرگسالی و روابط دو نفر روابط دو تا انسان که به عنوان یه دو تا پارتنر میخوام کنار هم زندگی بکنن حالا زن و شوهر دو تا پارتنر خب اگر این هر کدوم از این دو نفر یک مسائل اینجوری داشته باشن اختلالات اینجوری داشته باشن دیگه این رابطه خب معلومه رابطه ناسالمیه رابطه ای که هر روز تو جنگ و جدال هستش ناراحتی هستش و گوش نکردن هستش من میگم گوش نکردن چون این مسئله خیلی مهمه ما این مهارت گوش کردن رو نداریم معمولا تو فرهنگ ما حالا هم الان کسی به من میگه او چقدر شما میزنید تو فرهنگ ما نه ما نداریم یاد نگرفتیم که گوش بکنیم واقعیتش این که همش خواستیم حرفی بزنیم بر جلوی حرف دیگری و چون به همون گوش داده نشده همیشه توی جوامعی بزرگ شدیم ما شلوغ بوده هر کسی صداش بلندتر باشه انگار میرسه و صدای اون کسی که پایین هست رسیده نمیشه گوش کرده نمیشه و خب وقتی گوش کردن وجود نداره احترام وجود نداره تعامل وجود نداره درک وجود نداره امپاتی وجود نداره خب دیگه چی میخواد وجود داشته باشه در نتیجه این بحث دی حالا این تست های مختلفی براش هست که من افرادی رو که برای روان درمانی تشریف میارن من این تست ها رو میگیرم معمولا که متوجه بشیم که کجا این آسیب ها شکل گرفته تست های مختلف روانشناختی هستش و حالا شمایی که دسترسی دارین حتما برین کمک بگیرین تو جاهای مختلف که هستین و اینو آگاه باشین که اگر بین شما و همسرتون مرتب جنگ و جداله یه ذره برگردین رو خودتون نگاه کنید ببینیم اینا از کجا میاد این خشمی که من نسبت به همسرم دارم احساس میکنم آیا واقعا نسبت به همسرمه یا نسبت به اون کسانی است که تو کودکی منو و تحقیر و توهین و آزار دادن و باعث ناراحتیم شدن معمولا میتونیم پیدا بکنیم اگر بخوایم و دست برداریم از اینکه مرتب دفاعی بشیم یک نکته دیگه توی مسئله PTSD خیلی مهم هستش اینه که PTSD همیشه با یک دیپرشن یا افسردگی طولانی مدت همراه هستش و یا واسه بعضیها با دیپریشن خودش خشم فرو خورده هستش این رو میدونیم و خشمی که درونی شده و باید در حقیقت بیرون بیاد ناراحتی که از, از بیرون گرفتیم حس بیعدالتی حس نابسامانی حس درک نشدن حس فهمیده نشدنی که تبدیل شده به یه خشم درونی و تو روابط زوجین این خشم درونی انگار که بیرونی میشه و خشم نسبت به اون فردی است که نزدیکترین و دم دسته حالا امیدوارم که کودکان دم دست نباشن چون خشم رو نسبت به اونها هم افراد انجام میدن متاسفانه و این رو ما اگر بتونیم به خودمون کمک بکنیم سه راه داره که بتونیم به خودمون کمک بکنیم اگر تو جاهایی هستیم که کمکی وجود نداره یک نگاه کنیم افکارمون در روز با چه افکاری ما داریم دست پنجه نرم میکنیم آیا این افکار مربوط به اتفاقات و وقایع الان یا گذشته است گذشته ای که نابسامان بوده و اتفاقای افتاده که از کنترل ما خارج شده دو نگاه به عواطفمون ره ببینیم ما آیا حس خشم غم رنج استراب افسردگی حس هیجان زیادی حتی حس هیجان بدون کنترل آیا اینها رو داریم تجربه میکنیم و اینها از کجا میاد آیا این نسبت به روابط الانمون هستش یا این احساساتی است که وجود داشته تو ما به خاطر مسائلی که از گذشته با ما آمده و سه نگاه کردن به رفتارهامون چی کار داریم میکنیم با خشونت با فوش و تحقیر و توهین و آزار دادن یکدیگر به کجا میخوایم برسیم معمولا خود فردی که داره این رفتارها رو میکنه خودش بیشتر در رنجه و رفتارهامون رو یه مقدار چک بکنیم اگر تونستیم این سه تا مورد رو افکار عواطف احساس رفتارهامون رو یه خورده مانیتور بکنیم به قول اینها یعنی ببینیم انگار که یه سوم شخصی وجود داره که داره نگاه میکنه من کجای کارم شاید که بتونیم یه خورده کنترل داشته باشیم بیشتر رو خودمون و بریم درمان بگیریم اگر درمان وجود داره اگر نداره که سعی بکنیم آرومتر بشیم سعی بکنیم که مشکلات رو ببینیم و حل و فصل بکنیم یه جوری اگر افراد امینی کنارتون هستن نه هر کسی افراد امین که بتونن به شما گوش بکنن و امپاتی به وجود بیارن و به شما نشون بدن که میشه گذر کرد از این درد و رنج خیلی هم خوبه اگر نه که خب به هر حال باید راه پیدا کرد راه حل پیدا کرد من سمینارهای ماهیانه دارم نه تنها در مورد فرزند پروری بلکه حل و فصل دردها و های دوران کودکی که تا به حال ما رو اذیت کرده و داره میکنه و در حقیقت این مسئله PTSD یکی از تخصص‌های من هستش در کار روان درمانی و بحث خیلی بزرگی هستش تمام اساتید غربی و اساتید ما در رشته روانشناسی بهش میرسند می نگاه میکنند بهش بررسی میکنند و پیتاست یا بحران پس از بحران در حقیقت من اینجوری ترجمهش میکنم یا کلمه تراما معمولا هایی است که جسمانی هم شده ما اگر ترس تهدید نزدیک شدن به مرگ رو ترجمه تجربه کردیم در زمانی اینها همه درونی شده فیزیکی شده و اگر یه موقعی دچار اون ترس ها و تهدید ها میشیم یه جوره یه چیزای تریگرمون میکنه ما رو شروع میکنه به آزار دادن انگار که دوباره بر میگردیم به جای اولیه و معمولا این درت ها خیلی جسمانی هستش در ساعتی که دلیلش دلایل روانی هستش در هر ساعت کمک وجود داره من در ونکوور کانادا هستم کلینیک روان درمانی دارم و خیلی عزیزانی که آنلاین دوست دارن با من صحبت بکنن خوشحال میشم در خدمتون هستم روز روزگار خوش تا برنامه